پیروزی پرگل و سنگین تیم ملی اسپانیا در بازی جذاب و دیدنی مقابل کرواسی. بازی رو از همون ابتدا اسپانیا بهتر آغاز کرد و دقیقه 7 این بازی اولین حمله جدی اونها با پاس یامال و ضربه آلوارو موراتا شکل گرفت که لیواکوویچ توپ رو مهار کرد. اما در ادامه دقیقه 29 پس از چندین دقیقه که بازی کاملا افتاده بود اولین گل اسپانیا به ثمر رسید. پاس در عمق عالی و دیدنی فابیان رویز، فرار آلوارو موراتا و موراتایی که این چنین در موقعیتی تک به تک با پای چپ دروازه کرواسی و لیواکوویچ رو باز کرد و حساب کار رو 1-0 به نفع لاروخا کرد. کروات ها بلافاصله پس از گلی که خوردن در صدد جبران نتیجه حمله کردند. دقیقه 30 حرکت و ضربه خوب کوواچیچ که با مهار اونای سیمن همراه شد و دروازه اسپانیا این چنین تهدید شد. اما در ادامه بازی دقیقه 32 نوبت به حمله اسپانیا و گل دوم اونها رسید. حمله که از سمت راست با یامال آغاز شد. پاس اون برای پدری در موقعیتی عالی فابیان رویز رو صاحب موقعیت کرد و رویز مودریچ رو محو کرد و بعد هم با حرکتی تماشایی و ضربه دیدنی پای چپ خودش دروازه کرواسی رو به زیباترین حالت ممکن باز کرد و حساب کار رو 2-0 برای تیم ملی اسپانیا کرد. کرواسی مثل گل اول بلافاصله پس از گل دوم هم یک حمله جدی رو ترتیب داد. ضربه بروزوویچ و در ادامه مایر نتونست دروازه اسپانیا رو باز کنه و بازی 2-0 باقی موند. در ادامه بازی دقیقه 41 ارسال مایر روی دروازه و ضربه گواردیول که با اختلاف کم به بیرون رفت و بودیمیر نتونست در دهانه دروازه روی توپ اثر بذاره و توپ به بیرون رفت. اما دقیقه آخر بازی یعنی دقیقه دوم وقت اضافه نیمه اول گل سوم اسپانیا هم به ثمر رسید. کورنری که زمینی کار کردن، ارسال لامین یامال به دهانه دروازه و دنی کارواخالی که خودش رو رسوند و با پای راست دروازه لیواکوویچ و کرواسی رو اینچنین باز کرد و حساب کار رو 3-0 به نفع تیم ملی اسپانیا کرد و نیمه اول این بازی جذاب با همین نتیجه تموم شد. با شروع نیمه دوم باز همین اسپانیا بود که اولین حمله جدی بازی رو ترتیب داد. دقیقه 52 ضد حمله سری اسپانیا پاس پدری و ضربه یامال که لیواکوویچ این بار توپ رو مهار کرد و نذاشت گل چهارم اسپانیا به ثمر برسه. اما در ادامه بازی نوبت به حمله جدی کرواسی رسید. حمله همه جانبه کروات ها با دفاع همه جانبه تر اسپانیا همراه شد و دروازه اسپانیا به شدت تهدید شد. اما کوکوریا، اونای سیمن و در ادامه مدافعین اسپانیا نذاشتن دروازه اونها باز بشه. در ادامه بازی دقیقه 77 اشتباه عجیب اونای سیمن یک پنالتی رو تقدیم کرواسی کرد. اونای سیمن سرگردان تیم ملی اسپانیا بعد جای توپ رو لو داد و رودری مجبور به خطا روی پتکوویچ شد و ضربه پنالتی به نفع تیم ملی کرواسی اعلام شد. پشت ضربه پنالتی پتکوویچ ایستاد، ضربه‌اش رو زد که اونای سیمن مهار کرد و در برگشت پرسیچ توپ رو ارسال کرد و خود پتکوویچ ضربه رو زد و گل شد. اما داور این گل رو به دلیل آفساید مردود اعلام کرد و تنها گل کرواسی در این بازی هم مردود شد و در نهایت این بازی جذاب و دیدنی با برتری 3-0 تیم ملی اسپانیا تموم شد و اونها شروعی محکم و مقتدر داشتن. در این بازی فابیان رویز بهترین بازیکن زمین شد، یک گل زد، یک پاس گل داد و عملکرد بسیار خوبی رو در ترکیب تیم ملی اسپانیا داشت. و چقدر تیم ملی اسپانیا در این بازی خوب بود. خیلی ها قبل از شروع تورنمنت تیم ملی اسپانیا رو خیلی مقتدر و تیم خوبی نمیدونستن، اما با این بازی بسیار خوب و حساب شده ای که از اونها دیدیم شاید بشه گفت جزء 4 مدعی اصلی قهرمانی تورنمنت میتونیم اونها رو بذاریم. از اون سمت کرواسی اصلا خوب نبود. معلوم نیست که تحت تاثیر بازی بسیار خوب اسپانیا قرار گرفتن یا اینکه کلا کرواسی تو این تورنمنت قرار نیست روزهای خوبی رو سپری کنه. باید ببینیم که در ادامه بازی ها چی میشه، هرچند که این گروه بسیار سخته و تیم ملی ایتالیا و آلبانی دیگر هم گروه های اسپانیا و کرواسی هستن و کلن گروه بسیار جذابی هستن و بسیار هم بازی های دیدنی رو در ادامه شاهد خواهیم بود. در نهایت تبریک میگم به همه شمایی که طرفدار تیم ملی اسپانیا هستید و خیلی خیلی ممنون که تا آخر ویدیو همراهی ما بودید. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. لطفاً لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. من مهدی کبیری، اینجا فوت نیوز و خدا یار و نگهدار همه شما عزیزان.